اونها میدن. اولین مشکل بین ما و روس ها در آذر ماه 1395 به وجود اومد. این شاید اولین بار تو تلویزیون جمهوری اسلامی چه شما گفتید مسئله صریح بگید، من صریح میگم. ببینید من خودم اون موقع حلب بودم، ما رفتم اونجا برای پوشش رسانه‌ای آزادسازی حلب. روزهای آخر آزادسازی حلب بود دیگه، قطعی شده بود که مسلحین که همه هم تکفیری بودن در محلهای شرقی حلب در حال شکست قطعی هستن. خب یک دفعه یه خبری اونم از طریق رسانه ها پخش شد که روسیه و ترکیه بر یک بر سر آتش بس در شرق حلب موافقت کردن که آتش بس انجام بشه و مسلحینی که با خانواده‌هاشون 35,000 نفر می شدن از شهر حلب در شمال خارج بشن برن به طرف منطقه ادلب. این یک شوکی بود که هم به دولت سوریه وارد شد هم به ما. دولت سوریه میزبانه، خب چطور همچه توافقی میشه و بدون اطلاع دولت سوریه و ما هم به عنوان بالاخره یک شریک در صحنه میدانی برای ما هم عجیب بود. بلافاصله هم آتش بس برقرار شد و اولین گروه از مسلحین از حلب خارج شد. یک دفعه فشار سنگینی افکار عمومی ایجاد شد که آقا اگر هم قرار این مسلحین خارج بشن پس چرا ما در مقابلش امتیازی نگیریم؟ اینا تا آخرین لحظه داشتن میجنگیدن، حالا که دارن میرن با سلام صلوات سوار اتوبوس ها بشن و برن. خب در همون زمان فوق و کفری ها محاصره بود، 34,000 نفر اونجا مردم بیگناه در محاصره بودن. روز دوم خروج سردار سلیمانی دستور دادن که مانع خروج مسلحین بشید. سپاه جلوی خروج اینها رو گرفت. یعنی در واقع ممانعت ایجاد کردن در برابر توافق ترکیه و روسیه. یک شوکی به دوتا کشور وارد شد چون اینا رو برگردوندن و گفتن برگردید تو عملای شرقی تا توافقی حاصل نشه در مقابل خروج این افراد امتیازی داده نشه ما اجازه نمیدیم که اینها خارج بشن. دو سه روز این عملیات تبادل متوقف شد. تو این دو سه روز فشار سنگین رو جمهوری اسلامی، آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه، وزیر خارجه ترکیه مرتبا با آقای ظریف تماس گرفتن و فلان، حتی کار به شورای امنیت کشید که آقا ایرانی‌ها و سپاه مانع خروج مسلحین شدن. بعد از سه روز اینا متوجه شدن این فشارا فایده نداره و اگر امتیازی ندن این طرح اینا انجام نخواهد شد. یعنی بدون جلب موافقت سردار سلیمانی امکان انجام نیست. ببینید نکته که برای روس‌ها روشن شد و برای دنیا این بود که ایران ممکنه خودش به تنهایی نتونه یه راه حل رو ایجاد کنه اما میتونه مانع هر گونه راه حل دیگه بشه و این خیلی مهم بود. در اون جایگاه ایران که پرسیدید اینجا متوجه شدن که ایران قدرت برهم زدن بازی رو داره و جالب اینجا بود قرار بود بعد از خروج مسلحین وقتی که قصه تموم شد وزیر خارجه ترکیه بره مسکو و اونجا اصلا یک روند سیاسی بر سر با محوریت دو کشور شکل بگیره. نظر دولت سوریه چی بود؟ اوزمان بزنید این نکته رو متن. قرار بود این دو تا کشور شده. این اتفاقی که در حلب افتاد این محور دو جانبه رو کرد سه جانبه. آقای لاوروف از آقای ظریف دعوت کرد که ایشون هم بیاد چون دیدن نمیشه ایران نادیده گرفت. خب آقای ظریف هم رفت و از اونجا بحث آستانه و روند آستانه در اومد. ببینید شما اگر در میدان قوی باشید و بتونید حرف برای گفتن داشته باشید اون وقت شما رو مجبورن که احترام بگذارن و شما رو لحاظ کنن. ولی اگر از خودتون ضعف نشون بدید یا واقعا ضعیف باشید هیچ کس برای شما توی دنیا منطق قدرت حاکم است، منطق قانون حاکم نیست. بنابراین از اینجا اصلا برق برگشت و اتفاقات دیگه ای افتاد. بنابراین خب از اینجا همین سوال ها پیش اومد که آقا چرا روسا اینطوری عمل میکنه؟ مگر ما با هم در صحنه عملیات شریک نیستیم؟ مگر ما هم کار نمی کنیم؟ اتاق عملیات مشترک نداریم؟ از اینجا ادامه بدید. یعنی بله. خاطرتون باشه کجا توقف کردیم. دو تا سوال اینجا هست. یکی این که چرا ایران مانع شد؟ یعنی ایران چه امتیازی لازم داشت این وسط صرفا برای مسائل بشر دوستانه برای نجات در واقع کسانی که در محاصره بودن در فوق کفری یا چیز دیگری در میدان بعد به دست می آوردیم و دو اینکه خود دولت سوریه نظرش چی بود؟ با ما همراه بود یا با روس‌ها و ترک‌ها؟
ببینید میدانی که شهر آزاد شده بود، یعنی ما اون چی که می‌خواستیم رسیده بودیم، ما می‌خواستیم شهر عرب رو به صورت کامل آزاد کنیم، چی شد کرد؟ میشد بود، اتفاق افتاده بود، فقط یه مقدار توی بعضی از محله‌های خیلی قدیمی حلبیه تعدادی مونده بودن، همون 35 نفر به خانواده‌شون که اینا رو به خارج بردن. بنابراین ما اون چی که می‌خواستیم رسیده بودیم. ولی تو این مسئله اولا ما هدفمون بود که بگیم آقا اگر قرار است آتش‌بسی بشه باید نظر ما رو هم بگیرید. خب این صرفا می‌خواستیم خودی نشون بدیم که شما ما ندیدید. ببینید بس نه بس خودی نشون دادن بس یک واقعیتی است، یعنی قرار نیست که بریم تو زمن توی صحنه عملیاتی زحمت بکشیم شهید بدیم بعد اونها بشینن برای خودشون تصمیم گیری کنن. ما که اینجا سربازای پیاده هیچ کشوری که نیستیم که، متوجه این؟ خب این اول این بود که این مفهوم رو به طرف مقابل واقعا تفهیم کنیم که آقا ما شریک شما هستیم تو صحنه، تابع شما نیستیم. ببینید آمریکایی و روس‌ها به خاطر بحث نظام دو قطبی در طی 40-50 سالی که نظام دو قطبی حاکم بود، طرز رفتارشون با همپیمانانشون بسیار تحقیر کننده بود. یعنی هم آمریکایی‌ها هم وارد اینطور بود، اصلا ارزشی مثلا برای اروپایی‌ها قائل نبودن. آمریکایی‌ها همیشه دستور می‌دادن اروپایی‌ها باید اجرا می‌کنن که الان ما می‌بینیم تو برجامش هم می‌بینیم. روس‌ها هم همیشه با همپیمانانشون اینطور رفتار می‌کردن. هم وارد چون موقعی که زمان اتحاد جماهیرشون بود چه الان، روس‌ها فکر می‌کردن ایران یعنی می‌خواستن طوری تعامل کنن که خب ایران تحصیل حاصل دیگه، بالاخره تابع ماست، ما تصمیم می‌گیریم به نیابت از دولت سوریه و روسیه و ایران. ایران این مفهوم رو شکست و این خیلی دستاورد بزرگی است. اونایی که در